خواهر ما سوال پرسیدن که در بسیاری از کشورها حیوان را در مقابل حیوان، در مقابل چشم دید دیگر حیوان ذبح میکنند و از تعدادی هم که شنیدیم گفتن این کار حرام است و گوشت و حیوان خوردنش هم حرام است. پرسیدن که دلیل درست و دقیق چیزهای گپ درست است یا نه. خواهر گرامی، اولی را بفهمیم که ذبح حیوان باید به طریقه شرعی باشه و خصوصا آمد آمد عید است، باید را بدانند مسلمان ها که حیوان چگونه ذبح کنند. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام مسلم شماره حدیث 1955 است روایت میکنم، میفرمایه که پیامبر علیه السلام فرمود ان الله كتب الاحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. پیامبر علیه السلام میفرمایند که الله متعال احسان، نیکویی، خوبی را در هر چیز فرض گردانیده. در هر کاری که انجام میدی احسان فراموش نکنی، که احسان نیکی انجام دادن خوبش فرض است. باز پیامبر علیه السلام میفرمایند فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، هرگاه حیوان را به قتل میرساندین به بهترین طریقه را به قتل برسانین، و اذا ذبحتم هرگاه ذبح میکردین یک حیوان فاحسنوا الذبحه، حیوان به بهترین وجه ذبح کنین. ولیحد احدکم شفرته، باید پیش از اینکه حیوان ذبح میکنه کارد خود را تیز بسازه، چاقوی خود را تیز بسازه. ولیرح ذبحته، و در حالت نهایت آرامش و راحتی حیوان ذبیحه را قرار بده. بنابر این حدیث خواهر گرامی ما، ذبح حیوان باید به طریقه نیکو انجام شود، یعنی شارگش زده بشود و در وقت قتلش، در وقت کشتن و ذبح کردنش پیش روش چاقو کار تیز نشه و همچنان پای خود در گلونش نمانه، به او طریق نباید ذبح شوه. ابن عباس رضی الله تعالی عنه در حدیثی که روایت میکنه میگه پیامبر صلی الله علیه وسلم دید یک انسان که میخواه حیوان ذبح کنه و پای خود در گلون حیوان مانده و چاقو را پیش روش تیز میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم برش میگه که فقال له رسول الله صلی الله علیه و سلم اتورید ان تمیتها موتات، آیا میخواهی را چندین بار بکشی؟ یعنی آیا میخواهی چندین باری را زجر بدی پیش روش چاقو را تیز میکنی؟ پس عزیزا این مکمل در شریعت اسلامی جمهور و مد جمهور علما به اتفاق داره، این کار مکروه است. ابن قدامه، علامه ابن قدامه رحمه الله میفرمایه که ذبح کردن یک گوسفند پیش روی گوسفند دیگر این کار مکروه است، و ایرم در المغنی صفحه 317 جلد 9 بیان میکنه. و همچنان ابن باز رحمه الله همی فتوا را داده و میگه که نباید آلت و چاقو کاردی که وجود داره و به خاطر حیوان ذبح میکنی کن باشه، نباید دو قسم باشه، باید تیز باشه و با یک بار کش کردن حیوان ذبح شود. هم در فتوا مجموع الفتاوای ابن باز صفحه 23 فتوای 73 و 74 است. شارع سنن ابو داوود عون المعبود در اوج اشاره میکنه که حیوان نباید در مقابل روبروی حیوان دیگر ذبح شود و این کار مکروه است و مکروه مکروه تحریمی، نباید حیوان پیش روی حیوان هم جنس خودش ذبح کنه. به این معنی که گوسفند میخوای ذبح کنی، گوسفند دیگری پیش رویش است. حالا شما در قصابی ها میبینین نارواسی احسان نیست، در روی نیکویی نیست، در روی خلاف شریعت است. مرغ میگیرن ذبح میکنن و مجرد که سرش بریدن مندازن و دیگه مرغا سیل شه میکنن. گاو و گوسفند اینها را، این کار نارواست، حتی از دید اطفال هم باید دور باشه. این موضوع را شارع سنن ابو داود عون المعبود در عون البعبود بیان میکنه، جلد 15 صفحه 212. همچنان علامه عبدالمحسن عبادی رحمه الله میگه که نباید چاقو کار در پیش روی حیوانی که میخواین ذبح کنین تیز شوه، پیش از او باید تیز شوه و آمادگی گرفته شوه و بعد از او حیوان بندازین و
و ذبحش کنین. ذبحش هم گفتیم عزیزا به شارگ گردنش باید اصابت کنه. چرا؟ راحت ترین ذبح کردن امو از برای ایوان و ایوان آسیب نمینه. حتی تعداد از فقها ها میگن وقتی که حیوان میخواستین ذبح کنین کمی آب برش بتین و هیچ نوع متوجهی نشه که ذبح میشه. پس خواهر ما که پرسان کردن که در کشتارگاه ها، خواهرم اگر به طریقه می باشه که حیوان حیوان دیگر را نبینه و صورتش چهرهش دیگه طرف باشه، هیچ نوع مشکل نیست، ولو که قطار هم باشه زب همیشان مشکل نداره. مقصد یکی یکی دیگه شانه نبینه و کارت پیش روشان تیز نشه، از نگاه شرعی مشکل نداره. اما اگر باز کارت پیش روشان تیز میشد و یا ایوانات مسکین اذیت میکردن، بازی کار مکروه تحریمی است، به حرام نزدیک است، مسلمانی کار رو نباید کنه. اما گوشتی ایوان حرام نیست خواهرم، میتونه شما از گوشتش به طریق شرعی استفاده کنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.